ESR و ESL توی خازن چه کاربردی داره و چه تاثیراتی تا روی عمل کرده خازن و منابع تغذیه ما داره که با هم توی این ویدیو این موضوع رو بررسی کنیم ESR و ESL توی خازن به چه معنیه؟ از نظر تئوری یه خازن رو میشه به عنوان یه خازن خالص فقط با ویژگی های خازنی در نظر گرفت یعنی شما یه خازنی داری که مثلا 100 میکروفاراده و فقط میگی که این خازن من یه خازن 100 میکروفارادیه اما در عمل یه خازن داره یه خیلی از خصوصیات های مقاومتی و الغاییه که ما اونا رو به عنوان مقاومت پارازیتی یا القای پارازیتی میگیم مقاومت سری رو بهش میگن ESR الغای سری که بهش میگن ESL که توی خازن وجود داره شاید توی مدارهایی که خیلی ساده هستند اصلا به این قسمت توجه نمی کنن. اما مدارد که خیلی پیشرفته تر میشه با توان بالا یا فرکانس بالایی دارن کار می کنند ESL و ESR خیلی مهم باشه و نمیشه ازش چشپوشی کرد اگر بهش توجه نشه باعث کاهش کارایی خروجی های مدار میشه یه خازن ایدئال بدون افته به این معنی که خازن شارژ ذخیره میکنه همون مقدار شارژی که ذخیره کرده رو به خروجی میده اما در دنیای واقعی خازن مقدار کمی مقاومت داخلی داره یه خازن ایدئال بدون افته یعنی شما هر مقداری که بهش ولتاژ بدید و ذخیره کنید همون مقدار رو توی خروجی بهتون میده اما توی دنیای واقعی خازن مقدار کمی مقاومت داخلی داره که این مقاومت از مواد دیالکتریک نشت میکنه و اینکه مقاومت سری معادل توی این خازنها ها به ساخت و نوع خازن هم بستگی داره یعنی اگر دیالکتریکی که داره استفاده میشه و نوع خازنی که داره استفاده میشه میتونه مقاومت ESR رو تغییر بده برای همین اکثر مواقع ESR رو اندازه میگیرن تا مشخصات کامل یه خازن رو بتونن تجزیه تحلیل کنن برای اندازگیری اسار خازن که یه مقداری سخت هم هست به خاطر اینکه یه مقاومت خالص نیست و خاصیت خازنی داره برای همین نمیشه از اومتر استاندارد یا مولتیمتر استاندارد برای اندازگیری اسار استفاده کرد ای از خاصی توی بازار هستش که موج مربعی رو در یک فرکانس خاص توی خازن استفاده میکنن بر اساس تغییر فرکانس سیگنال میتونن مقداری اسار خازن رو محاسبه کنن مزیت این روش اینه که از اونجایی که ESR مستقیما از طریق دو پایه خازن اندازه گیری میشه وقتی توی مدار هم وصل باشه میشه مقدار ESR خازن رو اندازه گرفت و مقدار ESR میتونه از چند میلی اوم تا چند اوم باشه و خازن های الکترولیتی یا تانتالیومی در مقایسه با بقیه مدل های خازن های مثل سرامیکی ESR بالاتری دارند و این خازن ها نسبت به این خازن ها ESR پایین تری دارند ESR خازن عامل خیلی حیاتی برای خروجی خازنه وقتی ESR یه خازنی بالا میره گرما ایجاد میکنه و در نهایت عمر خازن رو کم میکنه همین ESR بالا باعث میشه که عمر مدارت کم بشه توی منابع تغذیه که جریان بالاست سعی میکنن از خازن های کم ESR استفاده کنند که هدفشون فیلتراسیون هستش ESL هم توی خازند یکی از عوامل حیاتیه پس یک خازن معمولی در کل وقتی یک خازنی شما داری به همراه یک مقاومت پارازیتی و یک سلف پارازیتی یا همو اندوکتانس وجود داره معمولا ESL ها به حلقه جریان خیلی بابستن افزایش حلقه جریان باعث میشه که ESL افزایش پیدا کنه حتی این فاصله ای که از اینجا تا اینجا توی مدار هستش و شما میخواید توی مداری خازن رو جاسازی کنید اگر این فاصله بیشتر بشه و خازن شما اینجا جاسازی کنید باعث افزایش ESL میشه توی سیستم های مربوط به منبع تغذیه القای پارازیت باعث میشه که ولتاژ مجدار تناسب با مقدار ESL خازن باشه و اگر با تغییر روی ESL خازن میتونه شکل موجش رو تغییر بده و تغییر شکل موج کلا رفتار برد و منابع تغذیه رو تغییر میده اگه تو منابع تغذیه نگاه کنید میبینید که خازنهایی که ESR و ESL پایینتری دارند رو توی ورودی تغذیه قرار میدن چون براشون مهمه که مقاومت پارازیتی و القای پارازیتی نداشته باشن و خروجی منبع تغذیه که از خازنه های الکترولیتی استفاده میشه و براشون مهم نیست که مقدار ESL و ESR بالاتر بره پس ورودی منبع تغذیه نسبت به خروجی منبع تغذیه خیلی مهم تره در صورتی که دیدید منابع تغذیه رفتارشون تغییر میکنه خازنهایی که ورودی منبع تغذیه وجود دارن اهمیت خیلی بالاتری دارن